و عیسی مسیح در پشت قبر تو ایستاده میکوبه و تو اگر باز کنی مسیح با تو خواهد بود. آمین. مسیح با ما هست. آمین. این اختیاری بود، این رأی تو بود. میتونستی قبول نکنی. حالا که قبول کردی، این سه ضرورت در زندگی ما هست. یک، به یاد آوریم کار او رو. لوقا 22:19 اشعه ربانی رو، همون که اومدید اینجا، به یاد بیاریم کار عیسی مسیح رو روی صلیب. نکته دوم، بمانیم در او. مطابق یوشع 1:8، اعمال رسولان 1:8، یوشع 1:8، به کلام من رو بخون. بمان در کلام مسیح، بمان در رویای مسیح. بیزینست رو خداوند برکت میده، اونقدر نگاه به بیزینست میکنی فراموش میکنی که چرا خدا تو رو به شکل خودش آفرید و چرا تو رو نجات داده. اونقدر به مشکلاتی به کسی بر نخوره. عذر میخوام حق بهتون میدم نسبت به امامتتون، نسبت به ازدواجتون، نسبت به نیاز مالیتون. باور کنید منم توی صحنه هستم، اما نمیخوام نگاه کنم. اگر میخواستم نگاه کنم الان من شبان این کلیسا نبودم، نه من نه خادمینی که اینجا کنار من ایستادن. ما در معجزه خدا هستیم، ما در فیض خدا هستیم و شما هستیم. این رو باید بپذیریم که اون گونه که اون میخواد عمل کنیم. پس به یاد آوریم کار اون رو، بمانیم در او و برویم برای بشارت. مطابق انجیل متی 28:19 میگه بروید. اگر مشغول زندگیت باشی متوجه نمیشی خدا چه گیفتای خوبی بهت داده، چه عطایی خوبی